اگر خانواده رو وقتی که میایی در فضای خانوادگی میبینی پدر مادر یه خروز جنگی عجیبی به راه انداختن وقتی که با این پدر مادر میبینی می که ترشحات ذهنی و فکریشون چی هست همون داده های عقلی که خودشون بهش رسیدن در محیط جامعه از هر جایی مثل یک جارو برقی هر چه زباله در جامعه بوده هر چه گندگی و کسافت بوده اونها رو جمع کردن و اون شده مفکوره اینها اون شده داده های عقلی اینها اون شده تمام عقل و اندیشه ای که دارند در نتیجه میان ازدواج میکنند خب نتیجه این ازدواج چی میشه باید خروج جنگی بشه اگر در این ازدواج دعوایی به وجود نیومد خب باید تعجب کرد عزیزان ما که به صلاح غرور اونها رو برگرفته چرا چون که مدارک دانشگاهی عالی به دست آوردن میبینید که این ملحد میشه میبینید که از خدا برای خودش دین دیگه در ذهن خودش میچرخونه و نشخارش میکنه میبینید که در فضای زندگی مشترکش صفر هست در فضای تربیتی فرزندان هیچ بهره ای نداده نداره و همه اینها چی هست تنها چیزی که داره تمام آگاهی چی است. اون چیزی است که از این فیلم یه چیزی یاد گرفته از اون و فیلم ها هم چی میخوان یاد بدن ترشحات ذهنی افرادی به مراتب از توان عقلی و فهمی خود این آقا کمتر خب نتیجهش همین میشه اگر نتیجه غیر از این بشه باید تعجب کرد پس چه باید کرد این هست که شخصیت خود رو سیقل بیدیم در فضای تعلیمات دینی باید بیاییم خودمون رو از نو بازخانی بکنیم خودمون رو بشناسیم ما امروز میخواییم از شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نگاه بکنیم نه از شخصیت رسول اکرم اونطوری که ما میبینیمش اونطوری که ما و قرآن به ما نشون داده که پیامبر چه ویژگیهایی داره و اون چیزی هایی که ما از یاد گرفتیم نه میخوام امروز برگردیم و پیامبر رو ببینیم که جامعه جاهلی پیامبر رو چطور نگاه میکرد تو چشم های قریش و ابو سفیان ها و امیه ابن کعب ها و اینها پیامبر صفون پیامبر رو چطور میدید امیه پیامبر رو چطور میدید ولید ابن ولید پیامبر رو چطور میدید همه اینها قبل از اسلام شد چطور پیامبر رو میدیدند؟ ابو بکر ها و عثمان ها و عبدالرحمن ابن عوف ها اونها پیامبر رو چطور میدیدند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام چه ویژگی داشت چه, چه, کسی بود در جامعه وقتی پیامبر رو قبل از اسلام بدونیم شخصیت پیامبر رو قبل از اسلام بدونیم من انسانی مسلمون میدونم که شخصیت خودم رو چطور سیقل بدم شما بیایید در جوامع مختلف مثلا عزیزانمون که رفتن به به کشورهای اروپایی میبینید که اینجا ای مسجدی هست این مسجد چیه ای مسجد ترکها اون مسجد چیه مسجد افغان ها اون مسجد چیه مسجد این مسجد چیه مسجد یعنی واقعاً مسخره است چرا چرا که رفتیم به ما مفهوم امت زایع شدیم باز هم رفتیم مثلا چند تا افغانی که در یک کشوری جمع شدن همون افغانستان بزرگ رو گرفتند به پرسش کردند یک افغانستان کوچیکی با تمام مشکلاتی که اونجا بود اینجا درست کردند و اینجا به سر کلده هم میپرند ترک هم همین چور ها اینجور ایرانی ها اینجور تاجیک ها اینجور فلان اینجور عرب همی این ها همینطور چرا اینها یک بیماری هایی هست که در عمق و ریشه جامعه هست یعنی مفهوم امت گم شده وظیفه من فرد مسلمون گم شده شخصیت خودم رو گم کردم چرا مثلا در جامعه ای هست که شما میرید مثلا یک جامعه ای در یک منطقه ای از اروپا در یک روستایی در یک منطقه ای مثلا اونجا سی تا خانواده مسلمون هست در یک روستای مثلا دو هزار نفر جمعیت سی تا خانواده مسلمون اگر این دو تا دو هزار نفر اگر مسلمون نمیشن پس باید شک کرد در اسلام این 20 خانواده مسلمونی که اینجا وجود دارن